ماهی میزان پارسال دفتر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور مدیریت گزینش 100 فرمانده پلیس را برای 100 ولسوالی بر عهده گرفت. یک انگیزه، یک مدیریت، یک تعهد و یک تحرک خواهد آمد که ملت افغانستان در تاریخ خود باید آور خواهد. دا په اثبات ورسوي چې تکړه رهبری چې ولسوالی ته لاړ شي دغه ټول ځای وضعیت بدلولی شي. اما کمیسیون امور دفاعی مجلس نمایندگان میگوید که در چگونگی گزینش فرماندهان پلیس برای 100 ولسوالی آسیب پذیر چالش های وجود داشت. از همین رو سلسله افتادن ولسوالی ها یکی پی دیگر از همین ولسوالی ها آغاز شدند. شیوه که اینا استخدام شدن، کسانی که استخدام شدن، ما فکر میکنیم این شیوه درستش نبود. ما قرار بود که میخواستیم اصلاحات بیاریم، از داخل پلیس کسایی را داشتیم، کادرایی را داشتیم که میتونستیم جاگزین از اینا بکنن که وضعیت به مراتب نسبت به امروز خوبتر و بهتر میبود. از میان 100 ولسوالی، دولت آباد فاریاب، جلگه و نهرین بغلان، خان‌آباد کندز، جرم و شغنان بدخشان، در قد تخار، سیاگرد پروان و آب‌بند غزنی نیز بودند که پس از گماشته شدن فرماندهان تازه پلیس در ماه‌های پسین اداره آنان به دست طالبان رفتند. قماندان امنیه در قانون مسجل است که توسط یک بورد توسط وزیر داخله منظور می شود. در خصوص این مسئله شورای امنیت قطعا صلاحیت و این مسئولیت دخل و تصرف نداره. این صلاحیت است که خودشان بر خود گرفته دیگه، حالا زور کسام نمیرسه که برشان بگه که چرا. اما دفتر شورای امنیت ملی در آن هنگام چرا این تصمیم را گرفت؟ ما میخواستیم که از ساختار پلیس، البته در اون زمان فکر می بود تصمیم می گرفته شده بود، از ساختار پلیس نیز در قسمت مهار جنگ در ولسوالی استفاده کنیم. از چگونگی مدیریت جنگ و گزینش ها در نهادهای امنیتی و دفاعی کشور در حال انتقادها بالا گرفتند که بر بنیاد اطلاعات نیروهای امریکایی طالبان توانستند که اداره بیش از 200 ولسوالی را بگیرند و برخی از شهرهای مهم را نیز در محاصره قرار دهند.